و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان، علازتین جاوید، رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، کارگردان عزیز برنامه. پیش از آغاز سخن اجازه میخوام که از سوی همه میهن‌پرستان، مبارزین، عاشقان ایران، درگذشت استاد ناصر محمدی، سردبیر هفت، یکی از روزنامه‌نگاران پیشکسوت و انسان بسیار شریف، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران و جهان، که متاسفانه روز چهارشنبه، یعنی چهارشنبه شب ساعت 10 به وقت لندن، چشم از جهان فرو بستم. افتخار داشتم که ناصرخان عزیز رو، جناب محمدی گل رو سالها میشناختمشون و گفتگوها و مصاحبه‌هایی که با ایشون داشتم هنوز در آرشیو منزل من هست. انسانی بسیار بسیار شریف، انسانی بسیار افتاده که استاد خود من بودن
به من درس مبارزه یاد دادن، به من درس ایستادگی یاد دادن، به من درس مقاومت یاد دادن و به ما درس میهن‌پرستی یاد دادن. جاشون بسیار بسیار خالی است. خیلی آرزوی ایران رو داشتن ولی خب متاسفانه دیگه در بین ما نیستن. روز شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر در لندن که حالا آدرسش رو آخر برنامه، آدرس مراسم خاکسپاری رو آخر برنامه چون برام دیر دادن فرستادم روی عرض کنم تلگرام تلویزیون، حالا اگر بشه جناب سیاوش گفتن سعی میکنم که بتونم آخر برنامه آدرس رو بذارم که امیدواریم همه میهن پرستان ایرانی مقیم لندن در مراسم تشییع پیکر جناب ناصرخان محمدی عزیز شرکت بکنم. روانشان شاد، یادشان گرمی و راهشان ادامه باد. من یه جمله رو حتما باید بگم از ایشون و اون این بود که تا زمانی که ما ایرانان زنده هستیم در داخل و خارج تنها یک وظیفه ای داریم، اون هم بازگشت به سامانه پادشاهی است. این جمله معروف ایشون بود با اون کلام شیواشون که بسیار بسیار تحلیل های سیاسی که داشتن و گفته هایی که داشتن راجع به ایران و مسائل جهان هنوز در گوش ما نصایحشون و یکی از اساتید واقعا روزنامه نگاران ایران رو ما از دست دادیم. ایشون به مانند خیلی ها نه پرچم فروختن و نه از بازارچه آگهی ها رد شدن، ساده زیست اما بسیار شرافتمندانه زیست. به همسر ایشون از صمیم قلب از طرف همه ایرانیان میهن پرست و مبارز تسلیت میگم. به جامعه پاک، آنهایی که قلم رو نشکستن، حرمت قلم رو نگه داشتن، به روزنامه نگارانی که هنوز شرافت اخلاقی رو حفظ کردن و پول به جونشون بستگی نداره، به همه اونها تسلیت عرض میکنم. این آنسه پاسگزارم از شما جناب مهندس سیاوش یمینی که بله جناب سیاوش لطف کردن این آدرس رو گذاشتن. جناب مهندس سیاوش خیلی ازتون سپاسگزارم. این آدرسی هستش که مراسم روز شنبه ساعت 2:30 بعد از ظهر در لندن برگزار میشه که من از دوستان عزیز خودم خواستم که از سوی همه ما بچه‌هایی که نمیتونیم بیام لندن چند شاخ گل رو تقدیم پیکر ناصرخان محمدی عزیز بکن. روانشون شاد، یادشون گرامی، راهشون ادامه باد که همه این عزیزان رو به زودی میبریم و در خاک پاک ایران زمین به ایران میسپاریم، چون اینها این عزیزانی که در چارچه جهان در گورستانهای جهان هستن ناآرامن و اونجا خانهشان نیست، برشون میگردنیم. قول میدیم ناصر خان، قول میدیم که شما رو برگردنیم به ایران. سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس سیاوش گرامی. که خیلی تلخه در این لحظات ما اینطوری شاهد این چنین وقایعی بشیم و بسیار بسیار سخت. حضورتون عرض کنم که همیهنان عزیز داخل کشور، مبارزه داره وارد یک مرحله جدی میشه. به عبارتی مبارزه یک فازهای مختلفی داره. وقتی که آدم وارد یه ساختمونی میشه نمیتونید که بپریم بریم طبقه پنجم ششم، که باید از طبقه اول از پله‌ها بریم اول و دوم و سوم. ما داریم میرسیم به بالای پشت بام، به پشت بام آزادی که از اونجا دیگه میبینیم اون سپیده دم آزادی. اینا رو نه بخوام محض دلخوشی به شما بگم، بچه های مبارزی که با من تماس گرفتم در کرج، آفرین به این بچه ها در کرج، آفرین باریکلا، که در سایر نقاط کشور باریکلا، بچه ها در تهران و سایر نقاط ایران که عصای علازت رو پخش کردید، چه طرح قشنگی دادن دوستان روی کاغذهایی که پشتش چسب هست،
مثل اتیکت میمونه، یک کمی البته بزرگ ابعاد مثلا 7-8 سانتی متر در مثلا فرض بفرمایید 6-7 سانتی متر، اینا مثل بلوک میمونه. بچه‌ها روش نوشتن درود بر شاهزاده رضا پهلوی، جاوید شاه و ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم، پهلوی و غیره و زالای این شعارها رو نوشتن، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر جمهوری اسلامی، و اینا رو بردن چسبوندن روی زنگ در خونه ها، روی هر جا که به هر حال تونستن. و آفرین به بچه‌هایی که شعار نویسی میکنید، آغاز شده، باریکلا درود بر همه شما که عکساش هم برای من فرستادی، دستتون درد نکنه. جاوید شاه، کدوم شاه؟ رضا شاه که بچه‌ها تو کرج گفته بودن، تو تهران نوشته بودی، خیلی ازتون ممنونم. این اون زبان مبارزه است. باریکلا، آفرین به شما که مثل خارج نشین ها، ایرانیان خارج نشین، نمیری تو این بازی هایی که مثلا دیشب یه بیمار روانی، واقعا روانی، یه بیمار روانی توی اون تلویزیون تومن، این من و توی، این من و شما، این من و شما نداری، من نمیدونم که چیه، اونجا نشستن توی لندن و آدم احمق، واقعا احمق روانی اومده یه سری مزخرفات رو میگه، جمهوری اسلامی، دموکراسی و چی، بعد بچه‌ها اون ضبط میکنن، پخش میکنن، حالا کار ندارم، میخوام تصور میکنین اینا میگن مبارزات موضوع کردن، دخالت نمیکنن، ولی باریکلا بچه‌ها در داخل کشور که راه خودشونو دارن میرن. آفرین، راه همینه. راه یعنی نوشتن شعار به نفع خواسته های خودتون، راه یعنی پخش تصاویر اعلیحضرت رضا شاه بزرگ، تصاویر اعلیحضرت شهبانو فرح پهلوی، اعلیحضرت شاهنشاه آریا مهر بزرگ، اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم، به ویژه اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم، پادشاه قانونی و عزیز کشوره. شعارهایی که می‌نویسید، من بازم بهتون میگم حیف این رنگاست، این رنگا رو، رنگای اسپری رو اینطوری هدر ندید که اونجوری بلند بالا بنویسید مرگ بر جمهوری اسلامی مثلا اشغالگر، یا مرگ بر علی شیره‌ای، اینا رو حیف حروم نکنید، فقط بنویسید جاوید شاه، خیلی کوتاه که سریع کارتون انجام بدید برید، بنویسید رضا پهلوی، اسم رضا پهلوی رو بنویسید رو در دیوارا، هر جا که تونستید، کوچیک بزرگ، در هر ابعادی بنویسید رو در دیوارا و ایران رو پر کنید، ایران رو پر کنید از اسم رضا پهلوی، از اسم شاهنشاه ایران، چون بچه‌های داخل کشور بدانید که میدونید آگاه باشید، میدونم آگاه و هوشیاری، ولی من وظیفه دارم یک بار دیگه بیام تکرار بکنم، چون قراره با هم گفتگو بکنیم. دشمن بیکار ننشسته، اینها عوامل خودشون رو در داخل و خارج از کشور به راه انداختن، همشون هم دیگه میشناسید، در طول چند ماهی که من اینجا در خدمت شما هستم مثلا بارها گفتم، مثلا فرض بفرمایید اون بیشوری که در ایران، بچه پاسدار تریاکی، یه آدم بسیار بسیار مزخرف، واقعا بی سوار، خیلی احمقه، اون حشمت الله تبرزدی بچه پاسدار، من یادم میاد یه روزی تو میدون اختیاری بازی داشتیم، زمین خاکی بود، بعد مسیرمونو یه مقداری عوض کردیم، از طریق تجریش اومدیم به سمت پایین، حضورتون عرض کنم که من با لباس گرم کن، لباس ورزشی نشستم تو ماشین، لباسم خوب خاکی بود، زمین خاکی بازی می‌کردیم، دوست از دوستانم بودیم، بعد دم بازار صفویه شلوغ بود، بعدش شلوغ بود، ما هم دیگه اصلا نمیشد ماشین دیگه حرکت نمیشد، حرکت کرد، من از ماشین اومدم پایین که اتفاقا چند تا پاسدار اومدن و گفتن آقا این چه لباسی پوشونه، اون چه لباسی، لباس ورزشی داره، خاکی داره، نمیبینه لباس پلوخوری گیر نیست، بگذری. همین حشمت الله تبرزدی با اون اکبر پونس، اینا یه باند بودن، بچه‌ای که مال این نسل من نمیدونن، بچه‌ای قدیم میدونن، اون اکبر پونس که الکی بهش نمیگن پونس، اون پونس میچسبون روی کشونی دخترای مردم، این پاسدار تبرزدی با تیغ موکتبوری، به ویژه پسرایی که آسینتا میپوشیدن، با تیغ موکتبوری میکشید روی دست بچه‌ها، همین بی پدر و مادر تریاکی که بعد میگه که من تمام عمرم تو زندان بودم، من تمام عمر زندان بوده، چطوری زن را به را حامله شده، اینم از معجزات آقای امام زمانه، برها شاید آقای امام زمان باش رفته سان فرانسیسکو، مشخص نیست تو تبیلی اسلامی چه خبره. حضورتون رو عرض کنم که این اراذل اوباش مثل اون صادق زش کلام میگه ما ترامپ، پوز ترامپ رو به خاک میمالیم، آخه مردشون اون قیافت رو ببرن، مردشون اون فکت رو ببرن، تو اگه یه خرخاکی بیفتی رو سمت میپری بالا، حالا مثلا میخوای یه جلو ترامپ وایسی، لعنت به پدر و مادرتون اگه وای نستی، با چی میخوای وایسی؟ با اون پاسدارای هروئینی تو افغانستان، اگه یادتون نیست براتون شاخ سوری کشید اون ملا عمر،
که لشکر صاحب زمان آماده باش شال و کلاه کرد میرفتی طرف افغانستان، پس چرا نرسیده به مشهد دنده عقب اومدید؟ چی شد؟ چرا نرفتید؟ زر زیادی نزنید، کارتون تمومه، خودتونم میدونید و همچنین دقیقه به دقیقه هم دارید اعتراف میکنید. از محسن رضایی آدمکش که باعث قتل صدها هزار جوان و نوجوان ایرانی شد، باعث معلوم شدن نوجوانان جوانان ایرانی شد به اتفاق اکبر دزده، و اون بیمار روانی روح الله الموسوی الخمینی الهندیزاد اللعنت الله الاله، بعد حالا اومده داره اعتراف میکنه میگه که مواد مخدر همطوری داره پخش میشه، ما نمیتونیم کنترل کنیم، نه بی پدر و مادر، خودتون دارین وارد میکنید. دولتی که نتونه مواد مخدر جلوی ورود مواد مخدر رو بگیره، خب پس دیگه چرا نشستین زل زیادی میزنید؟ کارتون تمومه. ما از روز اول گفتیم شما یه مش روزخان، زیارتنامه خان، جنگیر و فالگیری، شما هیچی بارتون نیست، پهنم بارتون نیست. از اون گندتون که مدرس بود تا بقیتون که اومد رسید به کاشانی و بچه و سید کاظم شریعت مداری و همه تون دیگه، دانید که هر کی که عمامه سیاه‌سفید داره که ادعا کردیم مثلا روحانیت در سیاست است، نه، شما یه مش مفخور دزد جنایتکار تروریستین، هیچی هم بارتون نیست، هیچی. بالاترین سوادتون همون رساله هایی که نوشتین که تمام بحثتون یا اون شکم کثیف کارخوردتونه که 10 تا مرغ و بوغلمون هم بکنن تو اون قاری که اسمشو گوشید معده پر نمیشه، و بقیه مهرام که به جای دیگه تون ربط داره که هیچ جای شما کار نمیکنه به جز همون دو جا، چون اصلا از ناف به بالا شما کار نمیکنه وضعیتون، برام اینه که بالای 90 سال عمر میکنی، چون مختون آزاده، کسی که مخش آزاد بشه راحت زندگی میکنه. چرا؟ چون فکر و خیالی نداره. شما مثلا چه فکر و خیالی داری؟ میچین مثل دور از جون یابو، دور از جون یابو با پوزش از حضور همه یابوهای محترم جهان مثل یابو کوف میکنید، و بقیه ماجراها که مثل سوسکی که میره توی لوله فاضلاب و تو چاه جمکران، مثل اونم تولید مثل میکنید. البته با سوسک حتی میشه ازش استفاده هایی کرد. بگذاریم. بنابراین بچه‌هایی که در داخل کشور هستید، زبان مبارزه همینه. آفرین، راه رو خوب پیدا کردی. فقط یک نمیگم اشکال، یک پیشنهادی رو من به شما میکنم، و اونم این هستش که شب‌های ایران خلوت شده. یعنی چه؟ عرض میکنم شبا برید بالای پشت بام، مخصوصا آقا پسرها خوب گوش کنن، آقا پسرها که میرید بالا پشت بام، اون بغل اون خب پشتای اون آقا ما گفتی قایم میشه، دیدید که مثلا یه دونه نامه بندازید واسه دختر خانومه و یه اشاره یا مثلا یواشکی که یه سیگاری بکشید، میدونید میگه کجا میگم، این بچهای ایرانی همشون ماشاءالله تیز و بزن. برید بالای پشت بامتون، حواستون باشه به همه اطراف، همسایه بغلی پاسدار نباشه، روبروی بسیجی نباشه، قشنگ موقعتو بسنجید. ما هم از این شیطنت ها میکردیم اون موقعی که ایران بودیم. بعد یک جاوید شاه یک بار یه فریاد بزنید جاوید شاه، بشینید پایین، بشینید تلویزیونتون رو نگاه کنید، یه پاینده ایران، یه پاینده ایران بگید و برید. اینو مود کنید آرام آرام اگر میتونید، اگر براتون این امکانات هست. اینا زبان مبارزه است. ما هیچ کس رو نداریم. ببینید در سال 58 57 در شورشی که جیمی کارتر رو بادام فروش بی سواد امریکایی به ما تحمیل کرد، با حمایت و البته با فکر اصلی انگلستان دزدان دریایی که به ما تحمیل کردن، اونا رهبریت داشتن. یه بی پدر و مادری به اسم خمینی نشسته بود زیر درخت سیب، یعنی اون ننشسته بود، بودن نشون دادش یه پشتی هم روشدن پشتش، و بلار هم بود که یاسر عرفات و اصمانم یاسر عرفات هم البته میرفت کشورهای عربی میگرفت، اون خودش دوز بود، اون خودش دوز سرگردن بود که البته بعد ها اومد حقش هم گرفت و رفت، گفت سور از سور حتی ناز، ایران همش مال ماست. اومد هرچی طلا و پول بود دوزید، بقیه هم داد پسر قربنره محمد رینگو، بقیه شما اون دوزید کرد. تو خمینه گرد محمد رینگو کشید بیرون به اتفاق 72 تا که بالای 2300 نفر رو توی اون نخست وزیری دفنشون کردن، و بچه هم اون محلی وقتی رفتیم دیدیم چیز در نخست وزیری باقی نمونده، همه رو زیر دفن کرده بودن. پای بهشتی تو دست حزب اللهیا بود، دست اومد همشه دستانی سیخ و تار. بعد بقیه دلوجیگر قربش هم دست این اون بود، تو خیابون ها میچرخوندن میگفتن این گل پرپر ماست، مثلا یه چیزی به رهبر ماست، همچین شعر و ترانه هایی میخوندن. حضورتون عرض کنم که این اراذل اوباش با پول زیاد داشتن، امکانات داشتن. خمینی وقتی میتمرگید از ساعت 12 ظهر که مثل یابو میخورد به اون پسرش احمد گریان و اون صادق قدزاده ملعون و اون ابراهیم یزدی و سایر حیوانات و جانورانی که اونجا بودن،
وقتی میومد ساعت 12 اونیه که بعد از اون میشست که به قول خودش سخنرانی بکنه و خط انقلاب بده، جلوی صورت مردوشور بردش بالای 600-700 تا میکروفون بود، تمام دنیا جلوش میکروفون داشته بود. شاهنشاه ما در واشنگتن چه میکروفونی جلو دهندشه؟ بدون تعارف بشینیم بگیم میکروفون صدای من و تو چه میشنوه؟ ایرانی فارسی زبان، حد اکثرش تلویزیون و چهار تلویزیون لس آنجلسی، چه میشنوه؟ من و شما. اگر احیانا چهار تا مصاحبه از طریق تلویزیون های مثل CNN، فاکس نیوز، بی بی سی به زبان انگلیسی یا جای دیگه با ایشون بکنن که میکنن، تایمش چقدره؟ زمان چقدره؟ بعد اون مصاحبه است با ایشون میکنن یا محاکمه است؟ تازه ایرانیایی که باهاش مصاحبه میکنن، آیا این مصاحبه است یا محاکمه است؟ همه سوالات چیه؟ پدر شما چقدر پول برده بیرون؟ آیا شما میخواین شاه بشین؟ آیا شما میخواین دیکتاتور بشین؟ اینه دیگه. اصلا فرصتی هست که ایشون بیاد با مردم ایران گفتگو کنه، مثلا به مردم ایران بگه مردم ایران، مثلا بهتون مثال عرض میکنم، فردا ساعت 9 صبح بیدم دانشگاه تهران مثلا به طور مثال، یا بر صحبت های دیگه، آیا اصلا فرصتی اصلا به ایشون داده میشه؟ خیر. حالا تازه یه چند وقتیه که تلگرام و این اینستاگرام و توییتر و چه این چیزا درست شده، مثلا علازت با مردم در ارتباطم، اونا ارتباطا رو دارید میبینید دیگه، بازم یه عده همون عرازل و اوباش و اون ارتش سایبری حملاتی که میکنن چه یعنی وقت کشی. بنابراین بچه های داخل کشور، ما همه کارو خودمون باید بکنیم، به عبارتی ما خودمون باید شعر و خودمون بسازیم، آهنگ و خودمون بسازیم، خودمونم باید تنظیمش بکنیم، خودمونم باید بخونیم، تازه باید بریم نورم تنظیم بکنیم، میکروفونم باید خودمون تهیه بکنیم، خودمونم باید تبلیغ بکنیم که مشتری بیاد بشینه آواز من و شما رو گوش کنه. همین شرایط رو داشته باشی، تازه امکان داده که بعد سی دی هم خودمون باید پول کنیم، خودمون باید تو خونمون استودیو داشته باشیم، استودیو صدا برداری داشته باشیم، بعد خودمون باید چاپش بکنیم، خودمون باید سی دی رو بذاریم توی اون قابه، بعد خودمون باید بریم دم بقالی، بعد اون بقالی واسمون بفروشه. ما همه کار خودمون باید باشیم، بدون تعارف هیچ کس به ما کمک نمیکنه، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. به خاطر همینه که یه عده اراذل و اوباش که با کمال تأسف شوربختانه به دلیل حمایت‌های دولت کثیف و جنایتکار انگلیس و به اسم بازارچه آگهی از طریق دبی، مثلا ما داریم چه می‌دونم حالا یه چیز کالایی رو داریم می‌فروشیم، یه جنسی داریم می‌فروشیم، کیلو کیلو، کامیون چمدون صندوق پول داره میرسه. خب چرا تلویزیون ایران آریای باید بیاد بشینه میگه مردم کمک کنید، مردم به این تلویزیون کمک کنید، مردم این تنها رسانه‌ای که مونده بدون تعارف، چرا میاد میگه آقای وطنخواه یا هر کدوم میان اونجا میشینن جلوی دوربین میگن مردم کمک کنید و ایرانی ها خارج از کشور، این تنها تلویزیونیه که جهتش، موقعیتش، همه چیز مشخصه، خدایش وجدانن کسی میتونه بهش اتهام بزنه؟ مثلا اتهام بزنه بگه چی چی مثلا کی بهش بوده؟ بازار چه آگهی ازش رد میشه؟ نه پرچم میفروشه، نه قابلمه میفروشه، نه تمر و سکه میفروشه، نه چه میدونم سنگ پا میفروشه، نه با شرافت با پول شما مردم تا حالا روپاش مونده. این پول شما قطع بشه فوت هم از سلبا در این تلویزیون باید تعطیل بشه، تموم شد دارم بدون تعارف. پس واسه همین ما میگیم مردم کمک کنید، این تنها سنگر باقی مانده است، نه به خاطر من، نه به خاطر که من اینجا اومدم نشستم، اصلا من ول کن، من هم یعنی خدا به شما من رفتم، این مجموعه رو نگه دارید، این تنها مجموعه که داره راجع به نظام پادشاهی صحبت میکنه، این تنها مجموعه که میتونید بیاید به مردم روشنگری بکنید، صحبت بکنید. بعد چند نفرن خیال میکنید؟ مثلا خیال میکنید ما میگیم تلویزیون ایران آریایی الان یه ساختمون 15 طبقه است وسط بهترین منطقه مثلا در ایالات متحده امریکا، الان 6000 نفر میسن پشت دوربین، نه همین آقای مهندس سیاوش که الان پشت همین دوربین هست، صدا تنظیم باید بکنه، دوربین باید درست بکنه، قطع نشه، فلان نشه، کوتاه نشه، کم نشه، زیاد نشه، آقای سیاوش خان اینو پخش کن اونو پخش کن، یه نفر دو نفر دارن چه کار میکنن، پولی بودجه نیست. بنابراین ما هیچ کس رو نداریم و متاسفانه شوربختانه کسایی هم که میان جلو دوربین میشینن به جز این تلویزیون ایران آریایی میان میشینن پول بهشون میرسه بدون استثناء. من دیدید که هر بار بیام میگم ما دور ما خب بنا به دلایلی که همه میدونیم اجازه گفتن اسم نداریم، ولی خب من سعی میکنم با این ما اشاره تفهیم بکنم اون اراذل رو باشه که مورد نظرمه. خب اینا جیشون پر پوله، این آلمانیا یه مثالی دارن میگن که پول قدرت میاره، واقعا هم همینه، شما وقتی پول تو جیبت باشه قدرت مبرد بیشتر میشه، میتونی هر چی دلت میخواد بخری، میتونی راحت زندگی کنی، خیلی راحت. پول قدرت میاره، پول تنها چیزی که نمیاره سلامتیه،
البته در کنارش مسائل دیگه هم هست، شرافت واسط نمیاره، پول پول واسط شخصیت نمیاره، پول برات ثبات نمیاره، ولی پول واسط قدرت میاره، قدرت مانور تو زیاد میکنه. اینا تو دست و بال پول هست، پول هست که میشینن جلو دوربین. پسر خزعلی یه آخوندی که جنایتکار بوده، پسرش هم از اون جنایتکارتر بیاد اینجا بشینه بعد بگه آقای پهلوی منو ببخشید، منو حلال کنید، خونتونو حپولی کردم، به قبر پدرت خندیدی تو مردک، به قبر پدرت خندیدی مردی که دوست، چی حلالی به طلبی؟ مگه رفتی بستنی دوست دیدی؟ مثلا بستن قیفه مگه رفتی دوست دیدی؟ دوست دیدم اتون. بعد یه تلویزیونی سکی پهلوی رو بفروشه، پرچم بفروشه، بعد بیاد با کمال بیشرمی بشینه با این گفتگو کنه. خب ببینید مردم ما تنهایی، یا اون یکی بره بشینه با اسمال بزا صحبت بکنه، همون که زنش میخواست ولیت مملکت رو به دوست شکو بچه دوست و با باقی ماجرا. ببینید ما تنهایی مردم، ما هیچ کس نداریم، هیچ کس نداریم بدون تعارف. اینا رو نمیگم سرد بشید، اینا رو میگم که دوزاری هممون بیفته. ما دست تنهایی، ما تو خارج از کشور همین منده کردن که شما نشستم، تعداد کسانی که مثل من فکر میکنن در خارج از کشور بیشماره، خیلی زیاده. اما چیکار دارن میکنن؟ خودشون دارن با تلفن دستشون ویدیو ضبط میکنن، پخش میکنن. یعنی تک به تک داریم فعالیت میکنیم. بقیه اگه شما میبینید سایر مشروطه خواهان واقعی ساکتن، نه اینکه بی عرضه باشن، نه اینکه بی سواد باشن، نه امکانات ندارن، وگرنه اگر یه لحظه امکان داشته باشن ما میلیون هستیم تو خارج از کشور، اکثریت دست ماست. همچنین خود شما برای من مینویسید بالای 95% مردم روح مادر و پدرم سوگند به واقعیت میگم، دارم میبینم، به چشمم دارم میبینم، 95% مردم ایران خواهان بازگشت رضا پهلوی به ایرانن. ولی چرا نمیشه؟ ما خودمون بپرسیم خمینی رو چند درصد میخواست؟ 10% هم نمیخواست خمینی رو، اما آوردنش. جمهوری اشغالگر اسلامی از روزی که اومد، از بعد از اون 12 فروردین سال 58 که با سرنیزه واسن بالا سر مردم گفتن یا باید بگی آره یا باید بگی نه، از اون روز، از اون لحظه به بعد تا الان که مردم واقعا مخالف شدن، عجب خاکی به سرشون شد، تا الان چقدر مبارزات مردم سرکوب شده، چقدر جوان ایرانی اعدام شده، چقدر شکنجه، چقدر ترور خارج و داخل کشور، گورای دست جمعی، مهم نیست به چه اسمی، بگو کمونیست، بگو مجاهد، اون جوانای اون مملکت بودن، این سرانشون اینا رو گول زدن، امثال همین جواد خالدار و همین سوسکل ملوک و سایر اراذل و اوباش، اینا جوان مردم مملکت رو گول زدن، چون سازمانای میان پرست نبودن، میان پرست همه فرار کردن خارج از کشور و پخش و پلا بودن، رژیم هم خلخالی رو فرستاد سراغشون با اون تیم احمدی نژاد سپاه قدس، گفت همه رو بکشید، همه قایم شده بودن. 10 سال اول بکش بکش بود تو خارج از کشور. من وقتی وارد آلمان شدم واقعا خیلی کم جرأت میکرد کسی اسم شاه رو بیاره، اصلا یه فضای اینطوری نبود مثل الان. بگذاریم، بنابراین ما تنهایی، ما دست تنهایی، ما هیچ کس نداریم، ما خودمون باید اقدام بکنیم، خودمون باید بیفتیم جلو با کمال تأسف. اما شماها بچه ها آفرین، باریکلا، قشنگ دارین کار میکنین و باریکلا که تو حاشیه ها نمیرید دیگه، ولشون کنید اون هنرمندان داخل اون طبیله اسلامی رو، دیگه کارتون با کار اون نمیشه دیگه، همه ما مثلا میدونیم که مهناز افشار کیه، دیگه همه ما میدونیم، نمیدونم اون بقیه شون دیگه، همون چه بودن پرویز پرستویی و اون یکی نه عبدی و همون عرازه رو عباش دانید دیگه، هم میدونیم مثلا مهران مدیری و اون که میاد برنامه 90 اجرا میکنه، عادل فردوسی بود، اما میدین عاملا تمامشون اداتی هم، تمامشون مال وزارت اطلاعاتی هم، همشون امنیتی هم، بدون کوچیتنی شک و تردیدی. اون یارو رشید پوره کیه که میاد اونجا میشینه با اون قیافه چیز موزه کش میشین اونجا گولندگی میکنه و مثلا من منتقده، اینا همش دروغ، همشون عامله. ما هم در خارج از کشور میدونیم کسی که میاد میگه که ببینید تو روز روشن، واقعا من نمیدونم کجا از جا بگم، تو روز روشن بیای بشین جلو دوربین، مثلا الان من بیام الان به شما بگم مردم، شاهزاده، من با شاهزاده تماس گرفتم، شاهزاده گفتم که چیزه، بله رنگ سفید رنگ چیزه، رنگ رستاخیزه، ما هم به فرمان شاهزاده این کار میکنیم، دروغو لعنت به پدر و مادر مصدقیش. ولی ما اینا رو میشناسیم خارج از کشور، هر از چنگاهی هم میایم یه گزارش به شما میدیم. بنابراین باریکلا به شما که تو داخل کشوری تو حاشیه نمیرید، باریکلا نرید، ما تو خارج از کشور دیگه اینه دیگه، میریم دیگه، بعضی موقع میریم تو جاده خاکی، مجبوریم چون میبینیم دیگه یه موقع خیلی دیگه فشار به اون میاد. ولی شما تو داخل کشور آفرین، راه همینه که دارید میرید. ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، ولی عهد کجایی به داد ما بیایی؟ پهلوی پهلوی پهلوی. الان بمونید رو همین شعار نویسیاتون، رو همون اسکناس ها، عکس اون بی پدر و مادر و خمینی گور به گور شده و بقیه ماجرا، همین کاری که میکنید، عکسایی که میفرستید، آفرین، شعار نویسی ها رو ادامه بدید
اصلاً عکس اعلیحضرت رو پخش بکنید و به هر حال تونستید جریان بالا پشت با هم که گفتم اونجا برید اگر تونستی، تا اینکه این انسجام پیدا بکنه و مطمئن باشید اون جماعتی که الان در ایران خاموش هستن، اون جماعتی که ما بهشون میگیم مردم که سکوت کردن، اونا میان، مطمئن باشید، چون این مثل یه سونامیه. این فقر فقط مال من نیست که توی قبر میخوابم، فقط مال من نیست که توی کارتون میخوابم، فقر فقط مال من آدمی نیستش که دیگه نونم ندارم بخورم. این فقر داره میره، مثل یه بیماری کل جامعه رو داره میگیره که گرفته. یه ایدئال شما نگاه نکنید اون بالا میرن میشن تو اون برج میلاد و بستنی کوف میکنن و حضورتون از کنم یه چهار تا شباب برنامه دارن و جشن و از این ترانه های مطربای لس آنجلسی میذارن و جای دوست دشمن نشون میدن، با اون قسمت کارتون نباشه. هر مملکتی اون قسمت رو داره، هر مملکتی از این افراد مبتذل داره. عامه مردم ایران شما هستید که دارید مبارزه میکنید. بچهای کازرونن، بچهای شیرازن، بچهای اصفهانن، بچهای اهواز و آبادانن، بچهای مشهدن، بچهای ارزکم تهرانن، کرجن، قزوینن. همون الان ببینید الان کردستانو ببینید، آفرین به بچهای کردستان، اونا هم فقیرن ولی ببین چه قشنگ ایستادن در مغازه‌ها رو بستن، حاضر شدن که گرسنگی رو تحمل بکنن، ولی ایستادن در برابر اشغالگران اسلامی. به هر حال ما دست تنهایی، ما هیچ کس نداریم. این زبان مبارزه، همین که من به شما میگم زبان مبارزه اینه، بعد محکم صحبت کنید، با قدرت صحبت کنید، مثل اون دختر خانوم، مثل اون خانومی که توی مترو زد تو دهن اون آخونده، مثل اون دختر خانومی که زد تو دهن اون فاطمه کماندوه، مثل اون عرضم به حضور شما اون 4-5 نفر خانومی که زدن تو دهن اون یکی فاطمه کماندوه گنده‌ای که نشسته بود مثل لاستیک چیز بود، کامیون بود. اینطوری جلوشو وایسید، نترسید، اونا از شما ترسیدن. اگه گهگاهی میان جلوتون پاچتون رو میگیرن واق واق میکنن، این از بالا بهشون دستور دادن که شما نشون بدید که ببین ما چقدر محکمی، خیال نکنی ما میریم و نه ما سر جامون نشستیم. دروغ میگن. بوی الرحمن رژیم بلند شده خیلی وقته، بوی گندش توی لندن هم رفته، لندن هم فهمیده. این مرکل صدر اعظم آلمان با تمام خریتش ولی نسبت خر اینم فهمیده جریان چیه، وزیر امور خارجه‌ش هم فهمیده، فرانسه هم فهمیده. مگه نمی‌بینید همشون خفقون مرد گرفتن؟ اینا دیگه توسط عوامل خارج از کشورشون این آخرین زوراشون رو می‌زنه که مثلا برن پسر خزعلی رو بیارن، بیان به شما بگن که پیران سفید باید بپوشید. نه، جنبش ما جنبش آبی فیروزه‌ای است، تموم شده رفت. فرمان پادشاهه. ما جنبش ملیمون آبی فیروزه‌ای است، تموم شده رفت. بارک‌الله به اون دختر خانومی که آبی پوشیدی و فیلم برای من فرستادی، باریکلا به اون آقا پسری که اون پلوور آبی رو پوشیدی و فیلمشو برای من فرستادی، باریکلا به همه تو. آره آبی بپوشید برید تو خیابونا با لباس آبی برید و نشون بدی. اینا رأی‌گیریه، اینا اون حرکاتی است که ما باید انجام بدیم با کمال تأسف، چون ما دارای سازماندهی نیستیم. ما مشروطه خواها یه چیزی از میان حزب مشروطه، اونو برش اون خدا رحمتش کنه، اونا انا ان الله انا الیه راجعون، اونا تیر خلاصو به خودشون زدن. کسی که بره بشینه بغل دست جمهوری خواه بعد التماس بکنه به جمهوری خواه که ما با شما یکی بشیم، قوی بشیم، بعد ما سخنگوی مشروطه خواهیم، کی به شما خودشون سخنگوی مشروطه خواهیم؟ اصلا و ابد اصلا چنین لیف صابونی به دل مبارکتون نزنید، اصلا ابد. شما خیلیاتون از رو صندلی اتهام نشستید بالا اونجا، مثل اون که به خودش میگه علی محمد فاطمی، بله اون رایزنه، نمیدونم دوز راهزن، نمیدونم چیه. بگذارید حضورتون عرض کنم که ما چون سازماندهی نداریم، چون دارای یک دبیر کل سازمان نیستیم که بیان توضیح بدن برای مبارزه یعنی چی، به چه شکل باید مبارزه بکنیم، برای همینه که خودجوش داریم عمل میکنیم. مبارزه مثلا شما فرض بفهمید در دوران اتحاد، دوران روسیه تزاری، وقتی لنین اومد و اون جماعت و گرسنه رو کشید تو خیابون، اون به عنوان رهبر یه سازمان درست کرد، حزبی درست کرد که تبدیل شد بعدا به حزب کمونیست کارگری، که بعد بینشون شکاف ایجاد شد و شدن اکثریت و اقلیت و چه و چه و چه، ولی سازماندهی داشتن، نه فقط روسیه تزاری که تبدیل شد به اتحاد جماهیر شوروی و غیر ازاله. آلمان هم همین، فرانسه هم همین، حتی در جنگ جهانی آلمان که وارد انقلابات هم نشیم، حالا تاریخ هم نبریم عقب به زمان ناپلئون، برگردیم به همین جنگ جهانی که شور جنگ جهانی دوم، سازمان ها و گروه ها بودن که جلوی خیلی از، یا به عبارت یه مقداری از جنایات رو گرفتن. سازمان هایی که در اروپا تشکیل شد، زیرزمینی تشکیل شد، دبیر کل داشت، معاونی داشت، سخنگویی داشت، حساب و کتابی داشت. ما نداریم. ما بچه خودشون یه مرتبه میگن بیان بریم چه بدونم روسری سفید بکن روسری، چون عبدونم یه داستانی بود و مال همیارو
مسئول قومی و فلان اینا که دید خیلی زودم خوابید، چون پایه نداشت، شیشه نداشت. ببینید چیزی که ریشه نداشته باشه، ریشه تاریخی نداشته باشه همینه. چرا پادشاهی تو ایران مونده؟ چرا نسل جوان که اصلا نه شاه رو دیده نه اصلا احساس نسبت به شاهنشاهی میتونه داشته باشه، چرا اومد اینجوری سینه سپر کرده میگه نه شاه من رضا پهلویه، نه ما میخوایم برگردیم به هویت ملیمون؟ همین ویدئویی که خود شما دارین پخش میکنید اینور اونور، به خاطر اینکه این پادشاهی تو دل ماست، این ریشه داره، این مال دیروز و پریروز نیست. ایران که عراق نیست، حسن البکر بره نمیدونم عارف بیاد، عارف بره اون یکی سرجوقه گوساله قاسم بیاد، بعد آخر برسه به صدام حسین. ایران که مثلا فرض کنید پاکستان که نیست، محمد علی جنایی و یابو ورش داره بگه که ما اینجا رو میخوایم بکنیم کشور پاکان، و بعد ایوب خان بیاد، بعد نمیدونم اون یکی بیاد، آخر بازی برسه زیر تو برسه زیر پای ضیاءالحق، و بعد برسه به پرورز مشرف و بقیه داستان. ایران حضورتون عرض کنم همین کشور اطراف عمان و بحرین و قطر و قطر و امارات و عربستان و اردن و سوریه و ایران که اینا نیست، ایران که ترکیه نیست، ترکیه نه 60 70 سال پیش 80 سال 100 سال پیش خدا بیامرز کمال پاشا اومد و یه کارایی کرد و با التماس اون استانبول هم نگه داشت. ایران حتی کشورهای تمام کشور اروپایی نیست، حالا به جز اون مسئله یونان و ایتالیا که خب ریشه‌های تاریخی داره، من مثلا فرانسه و آلمان، هلند، بلژیک، سوئد، نروژ، فنلاند، سوئیس، دانمارک، چون اتریش، لهستان، اینا چیزی نیستن، قیمت خدمتاشون 700 800 سال نیست، اینقدر فک و فامیل با هم اصلا دیگه جدا شده، یا کل آفریقا یا کل قاره آمریکا. ایران ریشه داره، این ریشه است که باعث شد این بچه‌ها بن تو خیابونا بگن ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره. این ریشه است، ما پشتمون یه چیز خوابیده، یه شناسنامه خوابیده که 2500 سال مثل ستون، این خدا نمیدونه این ستونه بزنه بندازه، چرا آخوند روزخون غلط زیادی کردن به قبر پدرشون خندیدن. بنابراین ما چون متاسفانه دارای سازماندهی نیستیم، کار به اینجا کشیده. و اینا ما یه سازمان درست حسابی مشروطه داشتیم، یه سازمان میهن پرستانی داشتیم، میومدن یه دبیر کلی داشتون، دبیر کل میومد خط میداد میگفت بچه‌ها که طرفدار نظام پادشاهی هستن همین 95% بچه‌ها اینجوری باید مبارزه کنیم، شبا باید این کار بکنیم، روز باید این کار بکنیم، بچه ها مدرسه ندید، اصلا اول مرد چرا میدید مدرسه مدرسه تعطیل کنید، دانشگاه نرید، معلمی اعتصاب بکنید. ولی من مثلا بیام اینو بگم من کسی نیستم. خب حالا درسته یه دیگه یابو برشون میداره میان مثلا میگن ما فرمانده ایم، ما نمیدونم من فرمان میدم مثلا ماه محرم مثلا بریزین تو خیابونا. خب خدا عقلت بده آخه بالام جان، کسی منو تو رو نمیشناسه. بنابراین این هستش که ما باید خودمون خودجوش و به صورت تفکر خودمون، فکر خودمون عمل کنیم. متاسفم ولی اینه، این یک انقلاباتی در جهان خواهد شد که به راستی با دست ملت، یعنی مردم خودشون شدن حزب، خودشون شدن گروه، خودشون شدن دبیرکل، خودشون شدن شعار دهنده، خودشون شدن شعار نویس، خودشون همه کار شدن. ما راهی جز این نداریم. این که شما تصور بکنید نشستید و این بر اون بر میگید که چرا علازاد یا به گفته شما شاهزاده، که خدا لعنت کنه کسی این شاهزاده تو دهن ایرانی انداخت، گور به گور شد رفت اون خره لنگا. حضورتون عرض کنم که اینکه علازاد مثلا چرا دولت در تبعید تشکیل، شاید هم بده من نمیدونم، اگه تا امروز ایشون این کارو نکرده بدونید دلایلی داره. برای همینه که من همیشه به شما عزیزان، شما همرزمان عزیزم میگم، خواهش میکنم ازتون اساسا وارد محیط علازاد نشید. نمیگم با ایشون کاری نداشته باشین، ایشون مثلا قدیس اینا، نه، ولی باور کنید ما مسائل پشت پرده رو نمیدونیم، یک به هزارش هم نمیدونیم، چون یه شخصیت سیاسیه تو این داستان بزرگ شده. اصلا رضا پهلوی برای این کار بزرگ شده. رضا پهلوی مثلا فوتبالیست نبوده که بگم رضا پهلوی فوتبالیسته، مثلا ایشون مثلا بهترین فوتبالیست دنیاست، مثلا پله است، مارادونا است. رضا پهلوی برای خوانندگی بزرگ نشده که، برای نمیدونم پزشکی بزرگ نشده که. ایشون بزرگ شدن، تربیت شدن برای به دست گرفتن ایران بعد از محمد رضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ، بعد از پدرشون. ایشون یه تربیت خاص دیگه ای داره. بنابراین درسایی که ایشون خونده، نه درس تو مشق مدرسه رو بگم نمیدونم فیزیک شیمی رو، خیر، دروس سیاسی که به ایشون یاد داده شده، نصایحی که به ایشون شده. شما لازم بفهمید اعلیحضرت موقعی که والاعظم ولایت عهد بودن در سن نمیدونم حالا 14 15 سالگی بود، یه نوجوانی بود، ایشون تشریف بردن مصر در کنار زنده یاد روحشون شاد انور و سادات، که کانال سوئز می‌خواست ملی بشه، والاعظم ولایت عهد در کنار انور و سادات نشستن و برای افتتاح به اصطلاح ملی کردن این کانال سوئز افتتاح کنن اونجا رو. خب اون موقع شما خودت رو بذارید سن ایشو، شما خود نگاه 14 15 سالگی من شما کجا بودیم؟ یا تو سینما بودیم، یا تو خیابون فوتبال بازی می‌کردیم، یا تو خونه بودیم، یا تو مدرسه بودیم.
بنابراین ایشون برای این کار برای سیاست بزرگ شده. حرفایی که میزنه، نصایحی که میکنه، صحبتایی که میکنه، مثلا فرض بفرمایید همین جریان آبی رو که ایشون مطرح میکنه، حال قضیه رو کرد. نه اینکه حالا مثلا چون رضا پهلوی طرفدار تیم تاجو گفته آبی، حالا مهم نیست ما چطوری بخوام اینو ناز خودم ترجمه بکنم. خب من طرفدار پرسپولیسم، پس چرا گفتم آبی؟ ببین عزیزان، ایشون اومد قال قضیه رو کند، آب پاکی رو ریخت رو دست همه. فردا دوباره علم نکنید بنفش و قرمز و نمیدونم زرد و نه، تموم شد. منو میخواین؟ طرفدار من هستی؟ به اصطلاح رهرو راه من هستی؟ من سوال کردید من بهتون میگم رنگ آبی فیروزه یه قشنگه، مورد علاقه منه. میگه خب به چه زبونی میاد بگه؟ ایشون نمیتونه بیاد بگه نه من حکم میکنم که آبی فیروزه این رنگ رستاخیز ملت ایرانه، من سرباز اینو باید بگم، نه اعلیحضرت. و در خیلی از مسائل دیگه اسم فهمی وقت داره تموم میشه. من خواهش کنم از جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، هم میانان عزیز، چیزی که الان براتون پخش میکنه، هم که جمعه مقدارم بخندید، این حسن هفت‌خط نشسته تو هیئت دولت، اینجا چیز نیست، مسجد نیست، هیئت دولته. مرد دیگه نمیدونه چی میگه. بچهای داخل ایران نگاه کنید، اینی که میگم کارشون تمومه، چیزی دیگه نداره دیگه. به حال خودش ببین چه زار داره میزنه مرد که روز خون. و بعد ببینی به جای رسیدگی به مملکت، سکه های جمهوری اشغالگر اسلامی به کجا رسیده کارش؟ چرا؟ چون اون بیمار روانی گفت اقتصاد مال خر است. حالا احمق فهمیدی که یه طویل خری، اقتصاد مال خر نیست، تو خر بودی، دور از جون خر. جناب سیاوش تمنا میکنم شماره رو لطف فرمایید پخش کنید. اولش با آب شروع میشه این حادث، آخرش با آب ختم میشه. فرمود یا ابا العطش قد قتلنی، که پدر جنگ برام مهم نیست، دشمن فراوان برام مهم نیست، اما العطش قد قتلنی. هیچ کس تشنه نمونه. دوستان سلام، ارزش پول ملیمونه میبینید که تو بنگاه‌های زایاتی داره پیدا میشه. وزنش از ارزش خود پول بیشتره، شاید بگم نزدیک به چندین تن اینجا الان سکه هستش. ارزش وزنش از ارزش مالیش بیشتره، پولیش. این چیزها کلن پوله، سکه 200 تومانی، 100 تومانی، 500 تومانی، ارزش بعضیش از ارزش چیزش داره. سپاسگزارم از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. خب همیانان عزیز، ملاحظه فرمودی؟ این نتیجه 39 سال حکومت تبهکاران بر ملت ایرانه که امروز برای من فیلمی اومد، حتما همتون دیدید. یه جوونی دوربین گرفته دستش، همین تلفن، تو میدون راهن تهران گوشه به گوشه جوونا نشستن دارن مواد مخدر مصرف میکنن، حالا هروئین، حالا هرچی. جوونی که باید آینده ساز مملکت باشه، لعنت به روحت خمینی، لعنت به روحت خمینی، لعنت به روح سید کاظم شریعت مداری، لعنت به اون روح هر بیناموسی که گفت امام 7 زبون بلده، یعنی شاگرد پادوهای مصدق. دیدید پسر زنده یاد دکتر شاپور بختیار چی گفت؟ گفت پدرم هیچگاه جبهه ملو نخواهد بخشید، همه تون لو رفتید، تموم شد کارتون، ممه رو لولو برد، باری کلا به بچه های نسل جوان، خیلی قشنگ کار میکنه. یه سر سوزن اشتباه بکنید 10,000 تا عکس ازت میگیرن، یه سر سوزن اشتباه بکنید 20,000 تا صدا ازت ضبط میکنن، مثل این هممیهنی که من نمیشناسم کیه، صدای این شارلاتان پرچم فروش رو ضبط کرد، پخش کرد، وسیع پخش شد، ثابت کرد که من بی خود هرس و جوش نمیخورم اینجا، میگم اینا عاملن، به خدا عاملن، عاملن، همشون عامل جمهوری کثافت اسلامی هن. نه علکی به شما نمیگم.
ما خودمون دیگه اوساکار شدیم تو خارج از کشور. بچه های ایران، تاریخ چشمش به شماست، تاریخ چشمش به شماست. بیایید تو خیابونا، بیایید و شاهنشاه ایران رو، کوروش زمان رو برگردونید، برگردونید به ایران، برگردونید که مجدداً اون کتبی که زیر بغلتون میزنیدید مدرسه، میرید دبیرستان، میرید دانشگاه، کتب علمی باشه، برش گردونید تا تاریخ ایران رو برید تو مدارستون بخونید، نه تاریخ اسلام رو. اسلام تاریخ نداره، اسلام اصلا آبرو نداره، چیزی نداره، هیچی نیست، دروغه. تاریخ ما، تاریخ ما سند بشریته. برش گردونید تا علم، معرفت مجدداً به ایران بازگرده. رضا پهلوی یعنی عشق، یعنی معرفت، یعنی انسانیت، یعنی شرافت، یعنی اخلاق. رضا پهلوی نه شخص رضا پهلوی، پهلویسم. پهلویسم یعنی مشارکت ملت در امور کشور. برای همین بود که میگفتن ایرانی فیلم ایرانی بساز، ایرانی جنس ایرانی بپوش، کارگر ایرانی با دست خودت تولید بکن. پیکانو یادتون میاد وقتی ساختن؟ حلبیه حلبیه، همین توده یای همیشه خائن، همینا که امروز به خودشون میگن جمهوری خواه، بعد یه مش مشروطه خواه قشری گیج میگن بریم بشینیم با اینا گفتگو کنیم، خاک بر اون سرتون کنن. خیابونای مملکت تو دست ما، تو دست میهن پرستانه. اینا میرن میگن بشینیم با جمهوری خواه شیراخت بازی کنیم. شیراخت سر چی بازی کنیم؟ جمهوری خواه چیزی جلوش نیست. با کی نشستید دارید قمار میزنید؟ جمهوری خواه چیزی جلوش نیست بجز یه مش چرت و پرت، چیزی ندارن اینا برای بازی. تمام پول جلوی توه، تمام پول جلوی میهن پرستانه. بعد تو نشستی با این بازی بکنی چی میخوام؟ بعد جمهوری خواه داره به تو میگه رست رست، چی دهشه جلوت نیست، چی کچلوارت هم دادی رفته، ناموس نداشتت هم دادی رفته، بعد من با تو میمشم گفتگو کنم بی پدر و مادر؟ من چه گفتگوی با تو دارم؟ بچه های داخل کشور، حرف همونی که خودتون زدی. پهلوی یعنی پیشرفت، پهلوی یعنی ترقی، پهلوی یعنی سعادت، پهلوی یعنی انسانیت، یعنی صلح پایدار، پهلوی یعنی بازگشت به دوران انسانی، پهلوی یعنی شرافت از دست رفته، پهلوی یعنی مدرن شدن، پهلوی یعنی آبرو، پهلوی یعنی بازگشت غیرت به مردان ایرانی، پهلوی یعنی بازگشت شرافت تو خونه ایرانی، پهلوی یعنی بازگشت نعمت سر سفره همه ما، پهلوی یعنی ایران، پهلوی یعنی تاریخ. پهلوی رو برگردونید، میدونم میخواید برگردونید، اما یک کمی از این تاتی تاتی بیرون بیایید، زود عمل کنید. توپ دست شماست، توپ زیر پای شماست، زمین مال ماست، ما داریم تو زمین خودمون بازی میکنیم، مثل تیم ملی فوتبال ایران که الان داره تو استادیوم 100,000 نفری آریامر بازی میکنه، 100,000 نفر داره تشویقش میکنه، بر تیمم حریفم مسلط شده، بچه ها دارن حمله میکنن، دارن پاسکاری میکنن، همه چی دست ماست، همه چی دست ماست. حمله کنید بچه ها، بچه ها حمله کنید، امونشون ندید، نذارید زر زر بکنن تو خیابونا. تموم شد، ممر لولو برد، همونی که بهتون گفتم، آخوند تو خیابون میبینی بهش بگو امامتو بده، اونو گوشی انقدر رو سره چه غلطی کردی، بده بچه‌ام در وضعیت قرمز پوشک میخوایم، بی شرف اخنه یه فایده ازت در بیا، بردشون قیافتو ببره با اون شیکم گندت، اینطوری باشون تو خیابون برخورد کنی. اگه میاد بهت میگه رو سره تو میکشم اون 7-8 تا از اون خانوما با مشت و لگد و کشیده و با اون کیف تو بده تو سر صورتش، بی پدر و مادر خفه بمیر. بچه‌ها تو تهران، تو ایران، تو همه جای اون مملکت، دو تا بسیجی میاد، دو نفر، سه نفر، پنج نفر میان زربه تو میزنن، اون کاشی رو تو خیابون اون موزاییکو بکن چنان بزن تو صورتش که گندونش بره تو حلقش، چقدر باید میسیم کتک بخوریم؟ چقدر بس دیگه، بی پدر و مادرها 39 سال به مال و جان و ناموس اون تجاوز کردید. بچه ها حمله کنید، بهترین دوا حمله است، وای نسید بخورید، آفرین که خوب دارید میدید جلو، فقط یه مقداری این شتابشو بیشتر کنید. چرا؟ چون که زمان تنگه، جدا تنگه.
برامون دارن خواب میبینن. این انگلستان دنبالیده رو ببین چند وقت چقدر ساکت بی پدر و مادر موزی داره مهره ها رو جابجا میکنه. حالا نگاه کن یه بامبول جدید در میارن، اومدن رو این حسن صدقه خور، حسن شریعت مداری، اومدن رو این سرمایه گذاری بکنن، ما زدیم تو دهنش، حالا خفقون گره. حالا ناکوی محسن ملخ و ناکوی اسمال بزاز و همه اینا رو ما به خفقون آوردیم، برام شطور اون محمد وزق، حالا دنبال یه جنگولک بازی جدیدن. چی رو علم کردن؟ یه نفر برشان بردن تو اون تبیله من و تو تلویزیون چی اون بردن اونجا تو یاوردن روانی. حالا تبرزدی رو میخوان علم بکنن، شیرنک عبادی رو علم بکنن، دست به دامن فنان هنرفیشه بشن. بچه ها حواستون جمع باشه، حواستون جمع باشه، باید اعلیحضرت رو برگردونیم ایران. ما باید رو حرفمون بایستیم. ایران که شاه نداره، حساب کتاب نداره، با خارج از کشور کاریتون نباشه. هنوز انسان‌های میهن پرست تو خارج از کشور هستن، جلو پرچم فروش دزد، کلاهبردار کلاش و سایر اراذل اوباش بیستن. این ور بازار مال ما، اون ور مال شما. امونشون ندید، امونشون ندید. پیروزی نزدیکه، یه قدم دیگه مونده، باور کنید پیروزی نزدیکه. ما به زودی پیروز میشیم و به زودی شاهمون رو برمیگردونیم. تا چهارشنبه که در خدمتتون خواهیم بود، سپاسگزارم از جناب آقای مهندس سیاوش گرامی، شما عزیزان که برازو بنده گوش دادید. شاد و پیروز باشید، محکم سر بلند سینه سپر و یک صدا فریاد بزنیم: جاوید شاه کدوم شاه؟ رضا شاه. جاوید شاه کدوم شاه؟ رضا شاه. شاد و پیروز باشید، پاینده ایران جاوید شاه. سپاس.